هر کسی روز قیامت فرد به دنیا میاد، فرد مبعوث میشه. این چه؟ اینجا تو دنیا آدم به چند تا نخ بسته، به بابام میگم، به مامان میگم، به رئیسم میگم، مدیر کل، شهردار، وکیل، وزیر، سفیر، رئیس جمهور، آدم به چیزایی، یا بیان خوبی دارم، وکیل میگیرم از من خوب دفاع کنه. با گرفتن وکیل، با بیان قوی، با استدلال آدم میتونه کارش حل کنه. همه این خفاره میشه. فامیلا چی؟ عربی بخونم، از قرآن بخونم. لا انصاب بینهم، نسبت نیست که این با فلانی رفیقیم. فلا انصاب بینهم، این همه نسبت ها قیچی میشه. دو، دوستان، لا یغنی مولا عن مولا، هیچ دوستی به درد هیچ کس نمیخوره. این نخ قدوس قدر. مال و اولاد، لا ینفع مال ولا بنون، نه مال به درد میخوره نه اولاد. عذرخواهی میکنیم، فوقش میرم میگم آقا غلط کردم، عذرخواهی میکنم. لا یؤذن لهم فیعتذرون، برابر خدا اجازه نمیدن عذرخواهیشه. یومئذن لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم، یا او اجازه عذرخواهی نمیدن، یا اگر اجازه دادن عذرخواهیشون قابل قبول نیست، رد میشه عذرخواهیشون. فایده نیست. نصرت میخوام، لا ینصرون، عزت میخوام. همه نخواهی که تو دنیا با زندگی بونه، همه نخواه باره میشه. فرد انسان است و خودش و خودش. حالا گیرم اینجا با یک قرارداد جعلی، با یک امضای جعلی، با یه امضای طلایی، با نمیدونم یه چیز رو اختلاس کردید، اما روز قیامت تنها با جواب همه اینا بدید. هیچ که پدر و پسر از هم فرار میکنن. قرآن یه آیه داره میگه انسان مجرم، میگه بابا بچه‌مو بندازید تو آتش من نجات بدید، همسرمو بندازید تو آتش، و من فی الارض جمیعا، مردم کره زمین بندازید تو آتش، من جدا. میگن کلا، روز قیامت هر کسی باید جواب خودش بده.